پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. برنامه از دکتر فرهنگ هلاکویی. بینندگان عزیز و ارجمند، سروران گرامی، در بخش پیشین به این نکته اشاره کردم که به نظر میرسه اگر مایلیم فرزندی داشته باشیم که از سلامت روانی برخوردار باشه، احتمالاً در 10 زمینه باید مواظب حالات و رفتار عزیزانمون و یا خودمون باشیم. مورد اول همان گونه که عرض کردم این بود که تولد کودک بتونه به راحتی، به سهولت و خوبی به انجام برسه. و مورد دوم مسئله درد و رنج در 14 ماه اول زندگی است. پدر و مادر باید همه توانایی‌های خودشون رو به کار بگیرن تا بتونن فرزندشون رو از اینکه دردی بکشه و رنجی ببره دور نگه دارن. در 14 ماه اول جایی به جهت درد و رنج در زندگی کودک نیست. متاسفانه توهمی در این زمینه تا سالها میان مردم شایع بود و وجود داشت که کودک انسانی درد نمیکشه و چون کودک بعد از مدت کوتاهی آرام میگرفت، فرضشون بر این بود که درد کمی میکشه یا اصلا درد نمیکشه و در نتیجه برخی از اوقات حتی کار جراحی و عمل رو و یا رفتار دیگری رو با کودک روا می داشتن. و حالا که امروز می دونیم کودک انسانی علاوه بر 5 حسی رو که همه ما داریم و او هم داره، 2 حسش از کودکی دقیقاً کار می کنه. یکی مسئله درد هست و دیگری درجه حرارت یا گرما و سرما. کودکی که در شکم مادر با درجه حرارت 38 زندگی کرده، در وقت ورود به این دنیا حتما احساس سرما می کنه و به همین جهت است که مراقبت های اولیه باید صورت بگیره تا بدن او گرم باشه و بدون تردید آغوش مادر بهترین گرما رو میتونه به او بده. به هر حال آنچه که اهمیت داره این هست که کودک انسانی باید از هر نوع درد و رنجی دور نگه داشته بشه. متاسفانه برخی از بچه ها به دلایل فراوان که هنوز کاملا ناشناخته هست گرفتار درد جهاز هاضمه یا معده میشن و این تا 3 ماهگی میتونه ادامه پیدا کنه و این درد مخصوصا وقتی که پدر و مادر کاری براش نمیتونن بکنن و فقط میتونن فرزندشون رو اگر او اجازه بده و نشون بده در آغوش بگیرن و امید این رو داشته باشن که این 2-3 ماه پشت سر گذاشته بشه، اولین و بیشترین ضربه رو به فرزند من و شما میزنه. دوم، موضوع گوشدردهای مکرر و مخصوصا عفونی فرزند من و شماست. بنابراین وقتی که کودک انسانی با مسئله گوشدرد همراه میشه، به ویژه اینکه برخی از اوقات بسیار شدید و آزاردهنده است، باید همه کوشش ها رو به کار برد که اون رو بتونیم از این درد دور کنیم. بیماری های دیگری مخصوصا بیماری هایی که دردآور هستند میتونه کاملا زندگانی کودک رو در 14 ماه اول با مسائل و مشکلاتی همراه کنه. زدن واکسن برخی از اوقات برای بچه ها بسیار سنگین و گران تمام میشه. خیلی از کودکان مخصوصا بعد از 6 ماهگی احساس خوبی از این ندارن که مادرشون اونها رو در اختیار غریبه ای میگذاره که چنین دردی رو به او وارد میکنن و برخی از بچه ها به دلیل تب و درد بعدش احتمالا این احساس بد رو همچنان ادامه میدن. به همین جهت است که باید همه تدابیر رو به کار برد که این کار به ساده ترین و راحت ترین صورت ممکن خودش انجام بشه. متاسفانه برخی از بچه ها در همون 14 ماه اول یا بعد از اون گرفتار بیماری هایی میشن که احتیاج به جراحی داره و این جراحی ها گرچه خودش ممکنه کم درد و بی درد باشه، دردهای بعدی اون مسئله آفرین هست. زمین خوردگی بچه ها، سوختگی بچه ها، نیش حشرات، تصادف و بالاخره تغییر درجه حرارت، سرما و گرما از موارد و مطالبی است که پدر و مادر همیشه باید مواظب باشند. یعنی من و شما باید همه کوشش هامون رو به کار ببریم تا عزیزانمون هیچ دردی در 14 ماه اول نکشن و هیچ رنجی رو به اونها تحمیل نکنیم. عامل سوم موضوع نوازش یا استروک هست. به این معنا که امروز میدونیم کودک انسانی در وقت تولد دارای پوستی بسیار حساس هست و مایل هست که حتما مورد نوازش قرار بگیره و این نوازش تنها از طریق لمس کردن نیست، بلکه با نگاهی مهربان و با صدایی آرام و شمرده و شفاف
حتی آهنگین گفتگو با کودک و نوازش کردن بدن او به ویژه در وقت خوردن شیر به او امنیت و آرامشی رو میده که شما بعداً با هزاران هزار دارو و با هزاران هزار تدبیر نمیتونید به وجود بیارید. این ارتباط سبب میشه که اگر این نوازش وجود داشته باشه فرزند من و شما این ارتباط رو برقرار کنه و مخصوصاً گرفتار دو حالت متضاد نشه، به این معنا که در هر رابطه‌ای به دنبال نزدیکی بیش از حد هستند تا اونجایی که حتی طرف مقابل خودشون رو میتونن خسته کنن و انتظار اونها فراسوی توان هر کسی است، و یا درست برعکس، از هر گونه تماسی، از هر گونه نزدیکی، از هر گونه نوازشی نه تنها بدشون میاد، بیزارن، یعنی مایل نیستن هیچ کس به بدن اونها نزدیک بشه و یا اونها رو لمس کنه، و این هر دو دقیقاً ناشی از آسیبی است که کودک انسانی در 14 ماه اول خورده و از نوازش مادر دور بوده. به همین جهت است که میدانیم حتی کودکان میتونن به دلیل نبودن نوازش بمیرند، یعنی صبح که سراغ اونها میرند در بسیاری از شیرخوارگاه ها یا در کنار مادرانی که به دلیل اعتیاد یا به دلیل بیماری روانی یا به خاطر نادانی به فرزندشون چند روزی توجه نمی کنند، وقتی که سراغ کودکشون میرند در خواب مردند، و نشون میده که موضوع نوازش نیاز بسیار مهم و اصلی و اساسی است که خوشبختانه در وقت شیر دادن مادر به فرزند همه اون جنبه ها، گرمای بدن مادر، بوی بدن او، بوی شیر، نوازشی که میکنه، نگاهی که میکنه، لبخندی که داره، صدایی که داره، همه و همه رو میتونه برای فرزند فراهم کنه و بدون اون گرفتاری خواهد بود که در این باره توضیح بیشتری عرض خواهم کرد. عامل چهارم مسئله تحریک و تحرک و برانگیختن کودک و درگیر و فعال کردن کودک در زندگی است، به این معنا که کودک انسانی نمیتونه لخت به جایی بیفته، نمیتونه به بهانه اینکه صداش در نمیاد و بچه آرومی هست مورد توجه و اعتنا قرار نگیره، بلکه پدر و مادر باید از هر فرصتی استفاده کنن که حواس او رو به گونه های مختلف تحریک کنن و با بغل کردن او، کج و راست کردن او، قلقلک کردن او، دستش رو پایین و بالا بردن، پاهاش رو پایین و بالا بردن، دستش رو اینور و اونور بردن، سرش رو اینور و اونور به راحتی کج و راست کردن، حتی در مقابل خود قرار دادن، صورت رو تغییر دادن، صدا رو کم و زیاد کردن، چشم رو گشاد و تنگ کردن، به نوعی کودک رو به خودشون نزدیک کردن و دور کردن، سر رو به صورت‌های مختلف حرکت دادن، در تمام این زمینه‌ها شرایطی رو فراهم بکنن که کودکش رو بتونن برانگیخته کنن و درگیر و فعال کنن تا بتونه روابطی رو که در میان سلول‌های مغزیش احتیاج داره به وجود بیاره رو فراهم کنه. معلومه که در یه چنین حالتی هر نوع اشیایی که میتونه توجه کودک رو جلب کنه و مشغول کنه، هر نوع صدایی و یا حرکتی یا نوری و یا رنگی به بچه میتونه کمک کنه. یکی از اونها بعد از حدود 2 ماهگی گردش هست، چه در داخل اتومبیل وقتی که به او فرصت میدن منظره های دوربر رو ببینه، به ویژه اون زمانی که اتومبیل آهسته حرکت میکنه، چه وقتی که در گالسکه است، ولی بهتر از اون زمانی که در آغوش پدر یا مادر هست و یا روی گردن پدر و مادر هست یا جلو پدر و مادر یا پشت پدر و مادر بسته است. به بیان دیگه فرصتی پیدا میکنه که با تنوع جهان و دگرگونی های اون آشنا بشه. البته این تغییر و دگرگونی باید به آهستگی صورت بگیره تا کودک بتونه اطلاعاتی رو که از بیرون میگیره به نوعی در اون ساختار ذهنی خودش جا بده و به حوادث و اتفاقات قبلی که در زندگی داشته پیوند، تا از این طریق بتونه یه مجموعه هماهنگی رو برای خودش به وجود بیاره. درست در مقابل این حالت که تحریک یعنی موتیویشن و تحرک کودک است، مورد شماره 5 درست برعکس جنبه یک نواختی و شباهت رو داره، به این معنا که کودک انسانی باید درباره روابط اصلی و اساسیش و حوادث مهم زندگیش همه جا یک دست و یک نواخت با او برخورد بشه، تا اونجایی که بهترین کودک کودکی است که فقط یک نفر از او مراقبت میکنه، و اگر پدر
یا دیگران به مادر کمک میکنن دقیقاً کاری رو انجام میدن که مادر با فرزندش انجام میده، اصلاً به دنبال تنوع و تفاوت رفتاری نیستن، همیشه او رو در یک جا می نشانن که به او غذا بدن، همیشه اون رو با یک نوع فنجان یا لیوان و بشقاب آشنا میکنن و به بیان دیگه دنیای کودک رو اینقدر ثابت میگیرن که همه چیز برای او از ثبات و قراری برخوردار باشه. در یک اتاق کاغذ دیواری اتاق رو عوض نمی کنن، محل رو دگرگون نمی کنن. فرصتی رو که به فرزندشون میدن این هست که همیشه بدونه با چه چیزی روبرو میشه، مخصوصا در چارچوب تغذیه، خوابش، نظافت و بازی. یعنی روزی که مادر میخواد فرزندش رو شیر بده یا به او غذا بده همیشه یک گونه، اون زمانی که میخواد او رو بخوابونه همیشه یک نوع آداب و رسوم رو رعایت کنه، در یه شرایط مشخصی او رو قرار بده و همیشه یک گونه عمل کنه، اون زمانی که او رو نظافت میکنه حتی آبی که مصرف میکنه درجه حرارتش ثابت باشه و نوعی که فرزندش رو تمیز میکنه و یا احتمالاً با او بازیهایی رو میکنه که بعد از اینکه بچه کاملا اون رو آموخت و حتی باش خسته شد آهسته بازی تازه‌ای رو به اون سیستم و مجموعه اضافه میکنه. بنابراین ملاحظه میکنید که در این گونه موارد بسیار مهم است که فرزند با تغییرات زیادی روبرو نباشه. رفتن به مهمانی، آمدن افراد زیاد به عنوان مهمان، رفتن سفر، غالب اوقات این نظم و ترتیب رو به هم میزنه و خیلی از اوقات پدر و مادری که آدابی، رسومی، مراسمی رو برای فرزند خودشون آنچنان به وجود آوردن که به خاطر اون راحت غذاش رو میخوره یا میخوابه، به یکباره با سفری همه اونها رو برهم میریزن و بنابراین ای بسا نه تنها ماها، خیلی از اوقات غیر ممکن هست که او رو بتونن به اون حالت قبلی و مرتب و منظمی که داشته برگردونن. و به همین جد است که هر نوع دگرگونی در 14 ماه اول در زندگی کودک مسئله آفرین خواهد بود. مورد ششم، برآوردن نیازهای کودک بلافاصله است، به این معنا که در 14 ماه اول هیچ کودکی حتی یک ثانیه نباید به عمد منتظر و متوقف بمونه. به مجردی که شیر خواست و اولین علامت داد باید به او شیر داد، به مجردی که سر خودش رو کج کرد و یا نشون داد که شیر نمیخواد باید او رو باش کاری نداشت. احتمالاً برخی از اوقات در کودکی بچه‌ها بازی میکنن، بنابراین باید منتظر بود که دوباره چگونه میخوان این بازی رو آغاز کنن. معلوم هست که وقتی که دستش رو دراز میکنه و میخواد به آغوش شما بیاد بلافاصله باید او رو بغل کرد، وقتی که در بدن شما نشون میده که میخواد پایین بیاد و میخواد در جایی قرار بگیره بلافاصله باید او رو رها کرد. تمام پیام عبارت از این است که باید به او گفت تو توانایی که آنگونه که میخوای زندگی کنی و به مجرد انتظارت ما بلافاصله اون رو برآورده میکنیم تا اون نتایجی رو که قبلا خدمتتون عرض کردم رو بتونه داشته باشه. بنابراین به هیچ وجه پدر و مادر در هیچ شرایطی قرار نیست هیچ چیزی رو به فرزندشون تحمیل کنن مگر اینکه ضرورت پزشکی داشته باشه، اون زمانی که به او واکسن میزنن، و الا دنیای کودک از آن اوست و او تعیین کننده است که میخواد بخوابه یا نه، میخواد در آغوش باشه یا نه، میخواد غذا بخوره یا نه، میخواد احتمالاً سرشو به این سمت یا اون سمت ببره یا نه، و اگر از من و شما انتظار داره که براش آواز بخونیم، اگر انتظار داره که بهش لبخند بزنیم، اگر به نوعی پیامی میفرسته که ممکنه در 8 یا 10 ماهگی کاملاً مشخص باشه، بازی رو انتظار داره، من و شما قرار نیاز کودک رو بلافاصله برآورده کنیم تا او به این نتیجه برسه که دنیا جای خوبی است، من نیازهام رو به راحتی میتونم برآورده کنم، من کاملا میتونم با دیگران ارتباط برقرار کنم، همه اونهایی که دور بر من هستن با تمام وجودشون در مسیر راحت و آرامش من حرکت و عمل میکنن. و بنابراین ملاحظه میکنید که بسیار مهم هست که پدر و مادر این اصول رو رعایت کنن. شماره هفتم، سلامت فیزیکی و روانی پدر و مادر و اطرافیان هست. اگر پدر و مادری بیماری های فیزیکی دارن، هر اندازه هم که کوشش کنن اون رو از فرزندشون دور نگه دارن یا به گونه دیگه وانمود کنن، متاسفانه تأثیر و بد و منفیش به بچه ها منتقل میشه. اگر گرفتار مریضداری هستن و یا احتمالاً کسانی هستن که با مشکلاتی روبرو هستن، تأثیر بد و منفیش اونجا فرستاده میشه. بنابراین اصولاً بیمار و بیمارداری و بیماری برای کودک آزاردهنده است. قیافه های بسته، قیافه های خسته، افراد نگران،
همه و همه به نوعی این پیام رو از دور و نزدیک به بچه میفرستن. به همین جهت اهمیت داره که ما محیط زندگی کودک رو با بیمارستان اشتباه نگیریم و متوجه باشیم که هر نوع بیماری برای بچه به صورت مستقیم و غیر مستقیم صرف نظر از گرفتاری مربوط به سرایت بیماری میتونه آزاردهنده باشه. معلوم است که در اینجا اگر پدر و مادری و مخصوصا مادری اگر از فرزندش مراقبت میکنه افسرده هست، مضطرب هست، عصبانی هست و گرفتاری های دیگری داره، دقیقاً به فرزندش میتونه آسیب بزنه. پدر و مادری که خسته هستند، بی‌حوصله هستند، ناآگاه هستند، بی انرژی هستند، بی اعتنا نسبت به بچه هستند، میتونن کاملاً فرزندشون رو از پا در بیارن. بنابراین برای داشتن فرزندی از نظر فیزیکی و روانی سالم ما احتیاج به پدر و مادری سالم داریم که محیط